عالم اله واقعا درش وجود داره. اونطور بحث آمیختن اینها با انواع خرافات و شرک است که هر شبت گاهی واقعا عطاشو به لغایش باید بخشید و اینا رو باید مقایسه بکنید با توصیف هایی که قرآن از خدا داده، با کلمات و دعاهای پیغمبر، با صحیفه سجادیه، با صحیفه علویه. بی‌طرفانه اینا رو باید با هم مقایسه بکنید. به علاوه که اصلا این عرفانی که اسلام و تشیع ازش بحث میکنه یه چیزی یه بعدی نیست، یه عرفان منفی. از اون طرف هم به تمام زندگی عینی بشر، به مشکلات مادیش، حتی به حق شکمش، به حقوق جنسیش، به حقوق سیاسیش، به همه اینا هم توجه داره. این خیلی هنر بزرگی است که شما لطیف‌ترین عرفان رو در کنار عینی‌ترین و عملی‌ترین دستگاه حقوقی و فقهی عرض کنی به بشر. این جامعیت هم یه طرف قضیه است. بنابراین فرق اسلام با آیین شینتو یا با بودیزم یا با مسیحیت فقط تو عرفان و معنویت، فقط ببخشید در شریعت اسلام نیست، در عرفانش هم هست، تو معنویتش هم متفاوت است. بهترین دلیلش هم اینه که شما نوع توصیفی که این مکاتب از معنویت میکنن، نوع نتایجی که میگیرن، نوع توصیه های معنوی که میکنن، میبینید کاملا با هم دیگه متفاوته. یه نکته دیگه هم من عرض بکنم خدمتتون که این بخش دومه و مربوط میشه مسئله مفهوم نبوت. اینم خواهش میکنم خیلی دقت بکنید. با مفهوم نبوت نباید بازی کرد و خیلی ها مشغول این بازی شدن، نه الان، از زمان بعثت خود انبیا. این بازی خیلی بازی خطرناکیه و نه فقط آثار شوم معرفتی بلکه آثار فاجعه بار تاریخی و اجتماعی داشته و خواهد داشت. همیشه کسانی بودن، هستن و بازم خواهند بود که چون جرأت ادعای نبوت یا انکار صریح نبوت رو ندارن، مفهوم نبوت رو دور زدن، سعی کردن این مفهوم خرابش بکنن. یعنی چون خب به سطح بالای نبوت نمیتونن برسن، این مفهوم نبوت رو پایین میکشن و میخوان به هر قیمتی که شده این امر ماوراء طبیعی رو طبیعیش بکنن، طبیعیش جلوه بدن. و فلسفه های مادی که برای دین، برای نبوت، برای کار انبیا اینا تراشیدن، شما بحثایی که تو جامعه شناسی دین، تو روانشناسی دین، تو فلسفه دین، تو بحثایی که فنومنولوژیست های دین کردن، پدیدارشناسان دین، نگاه بکنید تصویری که هی میخوان حقنه کنن از دین و از نبوت و از وحی، پایین کشیدن این مفاهیم از مراتب بالای الهی آسمانیش به مراتب کاملا مادی و زمینیش. نبوت رو با شاعری مقایسه کردن. الان هم میگن زبان دین زبان شعر و مجاز و تشبیه و استعاره است. در صدر اسلام هم به پیامبر اکرم میگفتن چیه؟ شاعر است. اون موقع میگفتن کاهن است. الان هم میگن که اینا یه تجربه روحانی شخصی آنورمالی است که یه فردی بهش دست میده. پایین کشیدن سطح نبوت به سطح یه مسائل طبیعی، یا اگه غیر طبیعی هم هست، غیر طبیعی از نوع آنورمالشه، از نوع زیر طبیعی، نه فوق طبیعی. نمیدونم دوستان چقدر با آثاری که تو جامعه شناسی دین، روانشناسی دین یا فلسفه دین بحث میشه، تو بحثی تحت عنوان کلام جدید گاهی مطرح میشه، چقدر آشنا هستن و آیا ملاحظه فرمودید ای رو که تقریبا همه اینا او ادعای اصلی انبیا رو که خود وحی و نبوت است مفروض گرفتن که این قطعا دروغه، این باطله. بعد میان بحث میکنن از این که خب این ادعا که دروغه، اما حالا بحث کنیم چرا اینا این ادعا رو کردن. یعنی یا آثار فردی و اجتماعی باور کردن اینا رو بررسی میکنن، اما اینکه اینا دروغه قطعی و جز اصول موضوع است، این از اساس مفروض گرفته میشه. و نگاهشون به دینم یه نگاهی است که درش بت پرستی و توحید همش معنویت، فرق نمیکنه، همه اینا معنویت. غافل از اینکه آهن و فولاد از یک کوره هم که در بیان، یکیش نعل الاغ میشه، یکی شمشیر آب دیده. اینا رو چطور شما هر نوع تا یکی کسی چشماشون میبنده بهش میگید اینا معنویت و عرفانه؟
تا چشمشو بس شد معنویت و عرفان. فرض اینا اینه که این مفهوم تکلم الهی، کلام الله، تشریع الهی، احکام الله، عرض شود که اصل وحی به معنی دینیش، اینا دروغه بلکه محاله. اینو فرض میگیرن اول، بعد وارد این بحث میشن که آقا خب حالا علت این فعل، علت ادعای پیامبری ببینیم چیه، اینا چه مشکلی داشتن ادعای پیامبری کردن. و کسانی که حرفای اینا رو باور بکنن، فرد یا جامعه‌ای که حرفای اینا رو باور بکنه، چه تأثیرات روانشناختی یا جامعه شناختی در اون فرد و در اون جامعه قابل بررسی است. این تقریبا موضوع بحثشونه. حالا این کسی که ادعای پیغمبری کرده، مثلا هدفش آرامش دادن به اضطراب‌های شخصیش بوده، اینا یه جور تخدیره، این کارکرد ایدئولوژی داره نداره، هر شبت که این خدمت به اغنیاست، یه پوششیست برای جهل بشر، برای ترس بشر از نیروهای ناشناخته، این چیه اینا؟ ولی اصل وحی دروغه، اصل نبوت کذبه. بیایم بررسی بکنیم که نتیجه این ادعا و باور کردنش تو جامعه و تو تاریخ و تو نفس بشر چی بوده یا چی میتونه باشه. این موضوع این علومی که چون حدود در حدود 7 حوزه معرفتی راجع به دین الان در دنیا داره مطالعه میشه از 7 منظر، ولی تقریبا همه اونا اینو که عرض کردن مفروض گرفتن، این اصلا سنگ اولشون. گاهی هم میگن ما از بالا نگاه میکنیم و داوری نمیکنیم، ولی در واقع تمام فرضیاتی که روش بررسی میکنن مبتنی است اصلا بر همین، که اصلش که دروغه، اصلش که راست نیست و فرقی نیست بین نبی و متنبی. همه انبیا متنبی بودن، بلکه درسته اگر بگیم باید گفت همه متنبیان نبیان. هر کسی که ادعای نبوت کرده و خواهد کرد، همشون به یه اندازه حق دارن ادعای نبوت بکنن و به یه معنا نبیان. وقت اینجا یه سوالاتی که مطرح میشه، این سوالات همین پیش فرض های غلط داره. میدونی سوالی که پیش فرض غلط داره یه جور مغالطه است. منطقی اینه ما بهش میگن جمع مسائل فی مسئله واحده، یعنی چند تا مسئله رو در ظاهر یه مسئله جواب دادن و ترک کردن، و یه چیزی نزدیکی به همون مغالطه ایست که غربیا بهش complex questions میگن، یعنی مغالطه سوال مرکب. این مغالطه سوال مرکب یه مغالطه ایست که تقریبا در تمام یه علومی که راجع به دین در غرب داره بحث میشه، یا تو آکادمی‌هایی که تحت تأثیر دین شناسی غربن بحث میکنن تحت عنوان کلام جدید و اینا، دوچار این مغالطه میشن. این complex questions یعنی این که طرف یه سوالی رو مطرح میکنه ولی در واقع یه سوال نیست، در ضمن او دو سه تا ادعاست، یه چیزی رو مفروض گرفته و شما به اون سوال هر طور که پاسخ بدید، چه مثبت و چه منفی، او ادعای سوال کننده، ادعای طرف مقابل رو چیه؟ پذیرفتید. مثلا بیان به شما بگن که شما به طلبکارانتون چک میدید یا پول نقد؟ شما چه بگید چک میدم چه بگید پول نقد، در هر صورت یه چیزی رو قبول کردید و او بدهکار بودن خودتونه. این سوال، این مغالطه در باب دین، در تمام این حوزه هایی که در باب دین و وحی و نبوت بحث کردن تقریبا رایج بوده. مثلا من سوال میکنم که آقا انتظار ما از انبیا و دین دخالت در اجتماعیات باشه یا نباشه؟ یعنی چی؟ یعنی اگه اینکه خود دین چی هست و اصلا چی گفته دخالت در اجتماعیات داره یا نداره، این که اصلا منتفیه. بحث اینه که ما چه جوری دین رو تفسیر بکنیم و چه انتظاری از او داشته باشیم. همه چی تابع ماست، هر تفسیری میشه از او به دست داد. حالا هر تفسیری، حالا که هر تفسیری ازش میشه به دست داد، بهتره چه تفسیری ارائه بدیم ازش؟ دقت کردید رو؟ یعنی مغالطه complex questions. یا میگه که آقا زبان دین که یک زبان غیر معرفتی، سمبولیک، اساطیری و مجازی و شاعرانه است، این دنبال چه چیزی است تو تاریخ؟ آقا اصل مسئله اینه که کی گفته زبان دین زبانی است شاعرانه و مجازی و اساطیری؟ کی گفته اینو؟ اصل این قضیه باید جداگانه ثابت بشه. بهترین جواب به این جور مغالطه ها جوابی است که اون بنده خدا داد، که اومدن بهش گفتن آقا بچه‌تون زده با ماشین یکی رو زیر کرده. این گفت که ماشین بچه من خرابه، چطور کسی رو زیر کرده؟ بعدم این که بچه من اصلا ماشین نداره، سالسا من اصلا ازدواج نکردم، بچه ندارم من. اینا از سر و ته میکنن ادعاشون راجع به مسئله